حتما که موضوع فساد 3 میلیارد و 370 میلیون دلاری رو شنیدین و ازش خبر دارین. این در حالیه که این رقم اختلاس و فساد در حالیه که فقر در بین مردم بیداد میکنه و اکثریت مردم برای تأمین حداقل‌های زندگیشون با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستن. هر روز هم شاهد هستیم که هموطنانمون از شرق ایران تا غرب ایران نان رو به قیمت جان برای خانوادشون تأمین میکنه. سوال اینه که آیا واقعا یه همچین فسادی میتونه توسط فقط افراد صورت گرفته باشه یا اینکه نه، نهادهای حکومتی هم دستشون در کاره؟ این شبکه های فساد سرچشمشون کجاست و همینطور ده ها سوال دیگه که میشه درباره دامنه این فسادها پرسیده. در همین رابطه دعوت کردیم از حمید رضا زارعی تا امروز همراه ما باشه تا پاسخ برخی از این سوالات رو ازش بشنویم. با سلام به شما حمید و خیلی خوش آمدین. شما هم حتما که این موضوع کلان فساد رو شنیدی. قبل از اینکه من وارد سوالات بشم اجازه بده یک کلیپ کوتاهی رو دربارش ببینیم و بعد من سوال اولم رو ازت بپرسم. بله. این بود که امروز یه پرونده رو بازرسی ریاست جمهوری ازش رونمایی که 3.5 میلیارد دلار پرونده فساد و قاچاق فساد در پرونده واردات چای بود. توی این پرونده اینجوری که گفته شده اینه که میگن 79% ارزی که برای واردات چای داده شده از سال 98 به بعد تا 1400-401 ظاهرم بوده فقط به یه شرکت داده شده. 80% ارز یک محصول دادیم به یه شرکت رفته و اون شرکت 3.5 میلیارد دلار ارز رو برده. حالا چای چقدر وارد شده، چقدرش اومده یا نه معلوم نیست، یعنی حداقل تو اطلاعات اولیه نیومده بود. اما اصلا همین کار بدیه. 80% واردات یک محصول در اختیار یک شرکت قرار دادن، خب معلوم از دلش فساد در میاد. خب حمید رضا، موضوع چی بوده؟ بله، به طور واقعی فساد نهادینه شده تو این رژیمه و این چیزی که تو رسانه‌های خود این رژیم انعکاس پیدا میکنه گوشه بسیار کمی از این عمق این فسادیه که تو این رژیم هست. یه نمونش همین چیزی که الان توی رسانه‌های رژیم انعکاس پیدا کرده که معروف شده به پرونده فساد چای. این فساد انقدر فضاحتش بالا گرفته که رئیس بازرسی خود همین رژیم هم برای رفع رجوعش میاد یه توضیحاتی رو میده، میگه این یه گروه تجاری بوده که از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401 حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چاپ و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی ارز دریافت کرده. 1 میلیارد و 400 میلیون دلارشو توی بازار آزاد فروختن. البته برای اینکه دوره گوشه‌ای از این فساد رو میشه، میگه ممکنه این رقم تا 2 میلیارد دلار هم افزایش پیدا بکنه. حتما همه هموطنانمون تو جریانن که نرخ ارز نیمایی حدود 37,000 تومانه. این رژیم این ارز رو فقط به تجار و دلال‌های وابسته به خودش میده. این شبکه ارز رو با نرخ 50,000 تومان و بلکه بیشتر در بازار آزاد بعد بازار فروخته. شما حساب کنید هر دلار مینیمم بیش از 13,000 تومان سود عاید این عناصر رژیم کرده و اگر اونو در همین 2 میلیارد ضرب کنیم سر از یک عدد نجومی در میاره. این در شرایطی که الان هم خودتون تو گزارش قبلی گفتین شرایط وضعیت مردم به سختی داره پیش میره، وضعیت بسیار سخت معیشتی مردم دارن روزگار رو سر میکنن. حتی توان تأمین نون روزانه شون هم ندارن. بله همین رضا، همونطور که الان هم گفتی مشخصه، البته تو بین خبرها و اذعان و اعتراف های برخی از مطبوعات رژیم هم بود میشه نتیجه گرفت که این میزان فساد با این عدد بزرگ خب کار یک نفر نیست، حتما یک باندی، یک شبکه، یک نهادی، ارگانی است. فکر میکنی که کدوم نهادهای حکومتی پشت این میزان از اختلاس و باندهای مافیایی هستن؟ بله، البته توی صحبت‌های همین رئیس سازمان بازرسی خود همین رژیم این تایید شده، گفته که چنین کلان مجبور، یعنی به اعتراف شده که چنین کلان فسادی در یک هماهنگی بالا و سازمان یافته انجام شده. هیچ شکی نیست که سرباند اصلی اونها وابسته به خواص این رژیمند. حالا این خواص کیان؟
دوباره میگه، میگه این گروه تجاری یعنی گروه کشت و صنعت دبش یک چنین اختلاسی رو انجام داده. مدیریت این فرد کسی به اسم اکبر رحیمی. این اکبر رحیمی کیه؟ اکبر رحیمی به قول احمدی نژاد یک اصطلاحی به کار می‌برد که به این رفقای خودش میگفت بردنان قاچاقچی، یعنی همون فرماندهان سپاه که سابقه دارن، اینا پرونده ها به اینا در واقع جز ایناست. این تخلفات یعنی همین اکبر رحیمی یه پرونده دیگه داشته در زمینه فساد که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده. البته اسامی نفرات دیگه رو تو این پرونده فساد آورده شده، مثل ساداتی نژاد که وزیر مستعفی جهاد کشاورزی همین کابینه رئیسی بوده، یا شخصی به اسم عین، اسمشو نبردن، در یکی از معاونت‌های وزارتخونه، یه فرد دیگه ای که معاون وزیر بود به اسم که، و یه مدیر عامل به اسم که اولش گفتن الف اسمش. چندین بانک و نهاد و وزارتخونه از جمله وزارت سمت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، سازمان غذا و داروی رژیم در این فساد سیستماتیک دست داشتند. خب چنین سیستمی که در این همه سیستم در این پرونده فساد دخیل بودند، کار افراد که نمیتونه باشه. اینا چیکار میکردند؟ هر گوشه این پرونده رو ما دست بذاریم، حاکی از عمق فسادیه که تو این رژیم هستش و نهادینه شده. ببینید اینا، این شرکت چیکار میکرده؟ سفارش چای درجه یک هند رو به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو 14 دلار داده، اما در عمل چای کشور کنیا رو به ارزش 2 دلار وارد کشور کرده. سازمان غذا و دارو همین رژیم کیفیت چای رو تایید کرده. حالا سوال اینه که خود این واردات بالاخره اول اینکه به چه شکلی انجام شده این واردات، ثانیاً این که از همه این حروف الفبایی که الان تو صحبتات گفتی تو مطبوعات رژیم هم بوده، نمیدونم الف گفته، کاف گفته، یه گفته فلان، بگذاریم، سرمنشه این فساد کجا بوده بالاخره؟ بله، سوال خیلی خوبیه. این رئیس سازمان بازرسی رژیم که فردی به اسم ذبیح‌الله خدایانه بازم به این موضوع میپردازه، میگه واردات این شرکت در گمرک از مسیر سبز بوده. یعنی چی؟ یعنی بدین معنا که این مسیر سبز در واقع هر جنسی که وارد میشه در واقع تیکای مورد نظری باید زده بشه، در نتیجه کالا ترخیص بشه، وزارت کشور در واقع وارد کشور بشه، در حالی که این واردات چای، وارداتی که انجام شده، نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأمین کیفیت اونه. قاعدتا باید مقررات واردات رعایت میشد، ولی این محصول یا باید، یعنی به لحاظ وارداتش، یا باید میرفت تو مسیر زرد یا مسیر قرمز، یعنی این تاییدیه ها انجام میگرفت، ولی تو مسیر سبز قرار میگیره. این مسیر سبز در خدمت نور چشمی ها و همون بخشی از گمرکات این رژیمه که دست همین به اصطلاح بردارن قاچاقچی بهش میگن. همین تو گزارش قبلیتون شما گفتین که آخوندها، فرماندهان سپاه، اطلاعاتی ها و مزدوران رژیم هستش. بله، این موضوع یکی از اعضای سابق همین اتاق بازرگانی رژیم که به چم و خم این روابط مافیایی در واقع اشراف داشت به این میپردازه، میگه در مورد راندخاری تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک همکاری و هماهنگ گسترده و مجوزهای ویژه و تایید مسئولان سطح بالا ممکن نیست. البته اینا تو جنگ و جدال باندی خودشون اینا دارن رو میکنن. فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست. نه تنها مرزهای فساد رو واقعا اینا در نوردیدن، بلکه مرزهای تبانی رو هم جابجا کردند. البته برای مردم ایران روشنه که مسئولان سطح بالای این رژیم همانهایی هستند که به اژدهای هفسر در بیت خامنه ای وصلند، از اونجا فرمان میگیرند و منشأ همه این فسادها به بیت خامنه ای ربط پیدا میکنه. بله، خیلی ممنون امیررضا، تشکر میکنم ازت به خاطر وقتی که گذاشتی و در برنامه امروز همراه ما بودی. منم تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادی.